حکایت ضیاء دلق که سخت دراز بود و برادرش شیخ اسلام تاج بلخ به غایت کوتاه بالا بود و این شیخ اسلام از برادرش ضیاء ننگ داشتی. ضیاء در آمد به درس او و همه صدور بلخ حاضر به درس او. ضیاء خدمتی کرد و بگذشت. شیخ اسلام او را نیم قیامی کرد، سرسری گفت آری سخت درازی، پاره ای در دوست. آن ضیاء دلق خوش الهام بود، دادر آن تاج شیخ اسلام بود. تاج شیخ اسلام دارالملک بلخ بود، کوته قد و کوچک همچو فرخ. گرچه فاضل بود و فحل و زوفنون، این ضیاء اندر ظرافت بود فزون. او بسی کوته ضیاء بی حد دراز، بود شیخ اسلام را صد کبر و ناز. زین برادر آر و ننگش آمدی، آن ضیاء هم واعظی بود باهودی. آن ضیاء هم واعظی بود باهودی. روز محفل اندر آمد آن ضیاء، بارگه پر قاضیان و اصفیا. کرد شیخ اسلام از کبر تمام، این برادر را چنین نصف القیام. گفت او را بس رازی بهر ماست، اندکی زان قد سروت هم بدوست. پس تو را خود هوش کو یا عقل کو، تا خوری می ای تو دانش را عدو. روت بس زیباس نیلی هم بکش، زهکه باشد نیل بر روی حبش. در تو نوری که در آمد ای قوی، تا تو بیهوشی و ظلمت جو شوی. سایه در روز است جستن قاعده، در شب ابری تو سایه جو شده. گر حلال آمد پی قوت عوام، طالبان دوست را آمد حرام. عاشقان را باده خون دل بود، چشمشان بر راه و بر منزل بود. در چنین راه بیابان مخوف، این قلاوز خورد با صد کسوف. خاک در چشم قلاوزان زنی، کاروان را هاولک و گمره کنی. نامنجو حق و حرام است و فسوس، نفس را در پیش نهنان سبوس. دشمن راه خدا را خار دار، دوز را منبر منه بردار دار. دوز را تو دست ببریدن پسند، از بریدن عاجزی دستش ببند. گر نبندی دست او دست تو بست، گر تو پایش نشکنی پایت شکست. تو عدو را می دهی و نیشکر، بهره چه گو زهر خند و خاک خر. زد ز غیرت بر سبو سنگ و شکست، او سبو انداخت و از زاهد بجست. رفت پیش میر و گفتش باده کو، ماجرا را گفت یک یک پیش او.